غرض از این درس این نیست که تمام تاریخ مسیحیت رو ما با هم بررسی کنیم، چون اون خیلی طول میکشه. پس باید با یک نگاه دیگری این کار رو انجام بدیم. و قصد من بیشتر اینه که با توجه به آنچه که الان در دنیای مسیحی میگذره، ببینیم از تاریخ کلیسا، از تاریخ مسیحیت چه چیزایی میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه مسیحیت ما همونی باشه که عیسی مسیح آورد. بنابراین من خیلی خلاصه بار بعضی جاها رو میگم، ولی جاهایی که به پرستش ما، به خواندن کلام خدا، به رفتار مسیحی امروز کمک میکنه، اونها رو من اینجا مطرح میکنم. پس قصد من اینه. بعد اگه دوست داشتید اسامی که من میدم میتونید برید دنبالش، کتابا بخونید. من خودم کتابایی رو معرفی میکنم برای کسانی که علاقه بیشتر دارن به تاریخ مسیحیت اونو بخونن و اینها. کتابا به زبان فارسی هست، به زبان انگلیسی که خب خیلی زیاده. خب امروز درس دوم ما داریم. مسیحیت بیش از هر چیز دیگری، به قول یکی از قدیسین مسیحی، ترانه عاشقانه است. ولی همه جرأت نمی کنن مسیحیت و ترانه عاشقانه بخونن، به خاطر اینکه خجالت می کشن، کسر شأنشونه. یا نه، مسیحیت خیلی بالاتر از این هاست، بهترین دینه، بزرگترینه، مسیح خداست، اینجور چیزا. ولی من دوست دارم این تعریفو که مسیحیت یک ترانه عاشقان است. خیلی ساده. و اگه ما بتونیم مسیحیت رو به عنوان ترانه عاشقانه نگاش بکنیم، واقعا راحت تر میتونیم پیرو به عیسای تاریخی، عیسای واقعی باشیم. در عمل نیز اثری از این عشق را در این کلیساهای امروزی ما نمی‌بینیم. صحبت عشق و محبت هست، ولی در بسیاری جاها با شریعت جای طریقت، جای عشق و حقیقت را گرفته. نمیدونم چرا وقتی آدم به مسیح عاشقانه ایمان میاره، بعدش باز همون چیزهای دنیوی و سازمانی و نمیدونم تو خوبی و تو بدی و اینا پیش میاد. مسیحیت از اون حالت ترانه عاشقانه دیگه یواش یواش دور میشه، باز میشه برای خودش یه نوع شریعت دیگه که توش صحبت از محبت هست، ولی گاهی اوقات کمه، این محبتی دیده نمیشه. یکی از قدیسین کلیسا، خیلی اینایی که من میگم مربوط به 500، از 100 تا 500 میلادیه، فعلا ما داریم اون زمانو بررسی میکنیم، بعد به همینجوری میایم جلو تا به قرون وسطا میرسیم، بعد به اصلاحات کلیسا میرسیم و عصر خودمون. در این بخش بنابراین من اول میخوام ببینم که صحبت ما تقلید از مسیح هست. میخواییم ببینیم که تقلید، میدونید میشه خیلی معنی مختلف داره، ولی در واژه های مذهبی تقلید یعنی سرمشق گرفتن از مسیح و کپی کردن مسیح، عینه مثل مسیح شدن، تقلید از مسیح. به همین خاطر همین تقلید رو من مخصوصا گذاشتم.
میتونید بگید سرمشقگیری، الگو قرار دادن مسیح، ولی تقلید اون لغت اصلیه که اینجا من به کار میبرم. دیونیسیوس یکی از قدیسین قرن پنجم ششم هست، میگه عشق به خدا چنان ما را شیفته میسازد که از خود بی خود میشویم. این عشق اجازه نمیدهد عاشق از آن خیشتن باشد، بلکه از آن معشوق. و یه همچین شور و شعفی ما میبینیم در اون زمان که لاقل عده‌ای از مسیحیان داشتند. عاشق خدا بودند چون به عشق خدا ایمان داشتند، باور داشتند بیش از هر چیز دیگری. پس مسیحیان اولیه تاکید داشتند که پیوند اصیل میان خدا و آدمیان عشق است، نه احکام، نه حتی کارهای اخلاقی کردن. پیوند اساسی بین ما و خدا عشق است، نه عقل، نه منطق، نه سیاست، نه پرهیزگاری. حتی همه اینا ممکنه خوب باشه، ولی در وهله اول ایمانداران عاشق خدا بودن چون باور داشتن که خدا هم عاشق اوناست. خب اینو ما باید تجربه کنیم، فقط نباید بگیم. نمیدونم شما چه کار میکنید که اینو واقعا با تمام وجودتون تجربه کنید، ولی این بود، این هست اون چیزی که ما از تاریخ بین 100 تا 500 میلادی میبینیم بین مسیحیان وجود داشت. در سال 203 میلادی رومی ها آفریقای شمالی، در آفریقای شمالی یه زنی جوانی رو، ویبیا پرپتوا، که مادر جوانی از خانواده اشرافی بود، به جرم مسیحی بودن دستگیر میکنن. و این زن در خاطرات زندانش مینویسه پیش از این هرگز در تاریکی زندان من نبودم و این برای من، خب زن اشرافی بوده همیشه در ناز و نعمت، ولی چون به مسیح ایمان آورده بود به جرم مسیحی بودن به زندانش میندازن و او دچار اضطراب میشه در زندان، به خصوص برای دوری از طفل نوزادش. یعنی هنوز طفل نوزادش چند ماهه بود که این زن رو به زندان میندازن، از بچه اونو دورش میکنن. ولی بعد در زندان، البته بعد بچه رو میارن پیشش اینا بعدن، ولی خودش میگه ناگهان اتفاقی افتاد که زندان تبدیل به قصر من شد، به طوری که ترجیح میدادم در زندان باشم تا جای دیگه، به خاطر رابطه‌ای که با خدا در زندان برقرار میکنه. اصلا زندان میگه چقدر خوبه اینجا. یک شخص عاشقه که میتونه در چنین جایی یک همچین احساسی داشته باشه. هرچند خانواده پرپتوا کوشیدند او را از زندان آزاد کنن، ولی این زن اشرافی نخواست از آنجا خارج بشه. گفت ترجیح میدم من تو این زندان باشم. این از نظر منطقی اصلا درست نیست. ما را اگه بندازن زندان، شب و روز دعای ما اینه که از زندان بیایم بیرون. ولی چه بر اون زن گذشت که در اون زندان دوست داشت همونجا بمونه با خدای خودش. خاطرات زندان او یکی از نادرترین اسنادی است. از اون زمان ما زیاد اسناد نداریم که توسط زن ایماندار از اون دوران باستانی مونده باشه که امروز ما بهش دسترسی داریم. او درباره کشمکش میان
اینو توجه کنید، اشتیاقش برای بزرگ کردن پسرش که تازه به دنیا آورده بود و وفاداریش به عیسی مسیح، در این بین این دوتا کشمکش داشت. و بعد رویاهایی که او درباره آسمان میبینه اونو تقویت میکنه که راه شهادت رو در پیش بگیره. در رویایی او به فرشته میگه، یعنی احساس میکنه که از این دنیا رفته و در اون دنیاست، خدا رو شکر میکنم که هرچند بر زمین من خوشبخت بودم، اکنون در اینجا بسیار خوشبختتر و شادتر هستم. او میبایست برای رسیدن به این شادی آسمانی اما صبر میکرد. چرا؟ چون او و یک زن برده مسیحی، نگاه کنید خودش اشراف زاده است، شاید برده ها داشتن تو خونه شون کنیزان و اینا، حالا یک کنیز مسیحی، یک برده مسیحی هم با او همسلولی هست، فلیسیتاس، که اونم آبستن بود در زندان و قرار گذاشته بودن که این دوتا زن با هم بمیرن، با هم شهید بشن. پس منتظر بود اون بچهشو به دنیا بیاره و بعد بمیرن، چون رومی ها از کشتن زن آبستن ابا می کردن، همین خاطر منتظر بود اونم بچهشو به دنیا بیاره که با هم دیگه به شهادت برسن. در اینجا این دوتا زن را میبینید که عکسشون هست، این طرف هم بچهشو میبینید که اطرافیان خیلی ازش خواهش میکنن که به هر حال آزادش بکنن، ولی نمیخواد از زندان آزاد بشه، ولی سرانجام رومی ها میذارن که بچهشو ببینه در زندان. و بعد اونا رو به میدان گلادیاتورها میبرن و اینجا میبینید که این گاوهای وحشی حمله میکنن و مردم هم در بیرون، حتما دیدید این صحنه ها رو در فیلم ها، این تفریح مردم بود که مسیحیان رو بندازن جلوی گلادیاتورها مثل این یا جلوی گاوهای وحشی که اینها رو بدرن. بنابراین پرپتوا با گامهای محکم همچون همسر واقعی مسیح و محبوب خدا پیش رفت، اینو از این اسناد میخونم، در حالی که چشمان نافذش جماعت را در حیرت فرو برده بود. فلیسیا، اون یکی زن، یکی پرپتوا بود، یکی فلیسیا، نیز از اینکه کودکش را سالم به دنیا آورده بود و اینک میتواند به پیشواز گاوان وحشی برود خوشحال بود. او از یک خونریزی از دستان قابله موقع زایمان، به هنگام زایمان به خونریزی دیگری از دست گلادیاتور می رفت تا به تعمیدی دوباره از زایمان خیش طاهر شود. و در اونجا وقتی که این گاو دنده های اونو خورد می کنه ولی هنوز بدنش هنوز نفس داشت، از این گلادیاتورها شمشیرشو میگیره و میگه منو خلاصم کن که این درد رو دیگه نکشم، و این گلادیاتورم شمشیرشو فرو میکنه در بدن او و به این شکل این دوتا زن اینجا شهید میشن. نویسنده خاطرات زندان او مینویسه شاید چنین زن بزرگواری اگر خودش اراده نکرده بود کشته نمیشد. واقعا چه چیز سبب شد چنین مادران جوان به جای ترسیدن از مرگ آن را در آغوش بگیرند؟ امروز شاید واژه شهید خیلی جاها به کار میره، گاهی اوقات معنی خیلی نچندان خوبی داره، افرادی که به خودشون بم میبندن و میرن شهید میشن و اینها، بعضیا اینو حمله بر تعصب مذهبی میکنن، خشونت و بیعقلی و اینها، ولی شاهدان مسیحی اون زمان به هیچ وجه از این نوع نبودن، در کمال آرامش، نه اینکه بخوان کسی رو از بین ببرن،
نه اینکه نسبت به دشمن حتی کدورت داشته باشن. فقط اونا به این شکل میخواستن عشق خودشون رو به مسیح نشون بدن، عشق خودشون رو به خدا با دادن جان خودشون به خاطر مسیح. یکی از تاریخ نگاران معروف قدیمی مسیح ترتولیان هست که میگه خون شهدا بذر کلیساست. این گفته معروف ترتولیانه. وقتی که شهدای مسیحی خونشون ریخته میشه، مثل بذریست که از اون ایمانداران رشد میکنن، نمو میکنن. ده جفای بزرگ مسیحیان در قرون اولیه به ثبت رسیده است، لااقل حد دست کم. داستان این جفاها باعث میشد ایمان مسیحیان که خودشون در جفا نبودن تقویت بشه. بنابراین اینا نه تنها خودشونو به خداوند میسپاردن و میرفتن برای شهادت، ولی وقتی هم به شهادت میرسیدن داستان اینها تو کلیسا همینجور بازگو میشد. برای مثال خاطرات پرپتوا در بسیاری از جماعت‌ها در روز یک شنبه همیشه قرائت میشد و مردم با شنیدن این شهادت ایمانشون تقویت میشد. روز شهادت پرپتوا رو گرامی می‌داشتن و حتی کلیسایی در کارتاژ به او وقف شده بود اون زمان. شهادت یا مرگ مسیحیان شهادتی بود که بر عشق مسیحیان نسبت به خدا. خب کلمه شهیدم میدونید، شهادت، شهید، اینا هم میتونه به معنی جان دادن در راه چیزی باشه، همینطور که شاهد هستی، شهادت میده، گواهی میدی، هر دو معنی هست. تو مارتیریوس که در یونانی هم هست همین معنی کلمه عربی یا فارسی خودمونو داره. وقتی برای آخرین بار به پالیکارپ اسخف اسمیرنا فرصت دادم مسیر را انکار کنه، این پالیکارپم از شاگردان یوحنای رسول بود و اونو وقتی که سوزوندن گفتن که آخرین دفعه اجازه میدیم که مسیر را انکار کنی. گفت من مسیر را به مدت 86 سال خدمت کردم و او هیچ بدی به من روا نداشته. چگونه پادشاه خود را که مرا نجات بخشیده انکار کنم؟ مسیحیان اولیه معتقد بودند که شهادت نهایت تقلید از مسیح است. امروزه ماها که میخواییم از مسیح تقلید کنیم، میخواییم مثل مسیح بشیم، مثل اون، هدف هر مسیحی اینه. در اون زمان معتقد بودن که شهادت دیگه نهایت تقلید از مسیحه. کسی که آماده هست در راه مسیح شهید بشه دیگه نه فقط میخواد مثل اون زندگی کنه، بلکه میخواد مثل اون هم بمیره، به صلیب کشیده بشه، هرچند که بیگناه. همون گونه که مسیح به خاطر عشق به انسان جانش رو فدا کرد، آنان نیز فرا خوانده شدند تا به خاطر عشق بزرگتر از عشقهای دنیویشان بمیرن، همینطور که در مورد این دو زن دیدیم. این افراد در عشق خود باقی میماندن و با عزمی راسخ شهادت را میپذیرفتن تا به سعادت جاودانی برسن. همه ایمانداران زن سرنوشت پرپتوا را البته نداشتن. خیلی زیاد ما شهدا بودن ولی تعداد مسیحیان خیلی بیشتر بود، همه به شهادت نمی رسیدن. اکثریت مسیحیان اولیه با چالش مردن نسبت به زندگی سابق روبرو بودن. یه نوع مردن دیگه ای که ما زندگی سابق رو داشتیم، الان چجوری باید ما زندگی کنیم، باید نسبت به اون زندگی بمیریم. اینا بیشتر در این حالت بودن. رومی ها پیروان مسیح را میدونید که اولین بار اونایی که مسیح را پیروی میکردن اسم مسیحی رو
وقتی اینا بهشون اطلاق شد، خودشون اسمش خودشون نذاشتن مسیحی، بلکه دشمنان اینا رو مسیحی خوندن و مسیحی یعنی مسیح کوچیک. می گفتم ببینید اینا هم درست مثل استادشون هستن، اونتا مسیح کوچولو هستن. و چه شهادت خوبیه از طرف دشمنان. مسیحی یعنی شبیه مسیح بودن و تعلیق و پیروی از سرمشق او، تقلید از مسیح حتی تا به مرگ صلیبی. خب پس این از ما از دوران 500 سال اولیه مسیحیت ما میبینیم مسیحیان چجوری از مسیح تقلید میکردن و نهایتش مردن برای صلیب برای مسیح بود، آماده شهادت بودن، ولی اکثرا هم تقلید میکردن، مثل عیسی مسیح کارهاشون بود. این چیزیه که شاید امروز ما بتونیم برای کلیسای خودمون روش پافشاری بکنیم. خب تعلیم دیگه‌ای که اون زمان ما بود و الان هم میتونیم داشته باشیم، گرامی داشته بدنه، honoring the body. حالا توضیح میدم منظور چی هست. آیرینیوس باز از قدیسین اون زمان هست، میگه جلال خدا آن انسانی است که کاملا زنده هست. ببینید این کلمات عالی رو اون زمانها گفتن. امروز اگه یه نفر این موعظه رو بکنه به صلیبش میکشن، در حالی که مسیحیان دوران قدیم چنین مکاشفات عالی داشتن. جلال خدا میگه اون انسانیست که 100% زنده هست با تمام وجود. جلال خدا رو اونجوری تو میتونی ببینی در یه انسان. در آسیای صغیر که همین ترکیه باشه آیرینیوس زاده شد و در جوانی شاگرد اسقف پالیکارپ بود که صحبتشو کردیم. او در فرانسه خدمت میکرد، به همین خاطر میگن آیرینیوس آف لیون، لیون در فرانسه است. در فرانسه خدمت میکرد و وقتی اسقف اونجا شهید شد او جانشین وی گشت. الهیات او از خودش الهیدان یا فیلسوف و اینا نبود، شبان بود بیشتر، و الهیاتی هم که داشت از شبانیش نشأت می گرفت، یعنی با بودن با مردم و با اونا شبانی کردن اونها یواش یواش از این یک نوع الهیاتی خودش به وجود آورد. ایمانداران جدید رو کمک می کرد که عشق خدا رو با به کار بستن ایمانشون تجربه کنن. منتها در لیون یک مسئله پیش اومده بود، مشکلی میان مسیحیان بود که آیرینیوس درگیر اون مشکل بود و اون مشکل ناستیسیزم بود. ناستیکا اون زمان بودن. ناستیکا خب مکتب به اصطلاح افلاطونی و یونانی و اینا داشتن که معتقد بودن که ماده از روح کاملا جداست و دشمن هم دیگر این دوتا. بنابراین یه عده از مسیحیان جذب این تعلیم شده بودن. البته یه روز شاید من یکم بیشتر راجع به ناستیسیزم صحبت کنم. همه چیزهای ناستیکا عقایدشون بد نبود، بعضی چیزها خیلی اتفاق نزدیک ایمان مسیحیه، منتها یه افراط و تفریطهایی داشتن و بدترینش دوالیزم بود، همین که ماده و روح رو کاملا از هم جدا میدونستن و اینکه روح خوبه و هرچی ماده هست بده. بنابراین خلقت برای اونها مهم نبود، چون میگفتن خلقت مادیه و حتی شیطانی مینامیدن خلقتو، که ما به عالم روح تعلق داریم. خب اگه کسانی که فلسفه خوندن، فلسفه افلاطون هم مسل درش هست و اینکه هرچی ما اینجا داریم در واقع شبیه سازی یا نمونه است از اون چه که اون اصلش که در جای دیگه است در آسمانه، اینا همش سایه هست، اون اصل یه چیز دیگه است.
و اینجور عقاید در کلیسا همون زمان رخنه کرده بود. انسان باید و یک عقیده دیگه ناستیسیزم این بود که انسان باید توسط نوعی دانش مخفی سری که بقیه ندارن اونو که همون گنوسیس هست، گنوسیستیک، ناستیک از اون کلمه اومده یعنی آگاهی دانش، از این دنیا اینا باید پرهیز کنن و به قلمرو روحانی برسن. این ظاهر فریبنده بعضی مسیحیان رو جذب خودش کرده بود. حتی ما در نوشته های پولس هم یه چیزایی اون موقع البته زمان پولس اینا ناستیسیزم هنوز نبود، ولی اثراتی میبینیم که بعضی گویا همچین تعالیمی رو داشتن شبیهشو، ولی یواش یواش ناستیسیزم در قرون بعدی تثبیت تر شد. او عقیده داشت که این آیرینیوس عقیده داشت که بیش از هر چیز نگران تعلیم منفی ناستیکا درباره خلقت بود، چون مسیحیان اولیه عاشق خلقت خدا بودند. و عجیبه که این چیز در کلیساهای ما از بین رفته. و او عقیده داشت که عشق الهی در تار و پود خلقت الهی وجود داره و میان روح و ماده یک رابطه تنگاتنگی هست، به ویژه با توجه به اومدن مسیح در شکل بدنی و انسانی. و در نتیجه آیرینیوس این شعار رو داشت که می گفت خدا انسان شد تا انسان خدا شود. از اینجا این تعلیمم در مسیحیت جا باز کرد، خدا انسان شد تا انسان خدا شود. و بعد بعضی پرسیدن منظور چیه، بعد اینجوری توضیح داد، مسیح مانند ما شد تا ما را مانند خود سازد. اگه خدا در جسم اومده و مسیح هم وقتی که مرد و قیام کرد همون بدن رو داشت، هرچند تحول یافته بود، ولی همین بدن، همین ماده رو با خودش به دنیای لاهوتی برد. یعنی لاهوت و ناسوت اینا با همدیگه یکی شدن. در واقع خدا خلقت نیکوست، چرا که خدا نمیتونه شریر باشه. خدای نیکو چجوری خلقت شریر میآفرینه؟ و نجات و نوعی رقص میدونستن که ما را به تدریج مانند خدا میسازد. نوعی رقص یعنی یه قدم جلو، یه قدم عقب، دو قدم جلو، دو قدم عقب، همین جوری و این حالت تا همین جوری ما میریم که شبیه خدا بشیم. این نجات هست. نجات رو اینجوری تعریف میکردن. خدا انسان را به صورت خدا آفرید، اما انسان از خدا دور شد، ولی نجات دوباره میخواد این انسان رو به پیش خدا ببره. عیسی همچون انسان در اومد تا با ما باشه. او مرد و قیام کرد و در بازگشتش به نزد خدا بشریت را با خود برد. بشریتی که بین ما و خودش مشترک بود، تا با خدا دوباره یکی بشه. آیرینیوس به یگانگی عالم هستی اعتقاد داشت که در آن آسمان و زمین، روح و ماده، طبیعت و خدا یا همون دنیای ناسوت و لاهوت در زیبایی عشق کیهانی در هم تنیدند. او نه تنها روحانیت مبنی بر خلقت را تأیید می‌کرد، یعنی روحانیت ما وابسته است به خلقت. خلقت هم یعنی روحانی. چیز بدی نیست دنیای و اونچه که در دنیا خلق شده. بلکه یه
یومانیست به تمام معنا بود، یعنی به مردم خدمت میکرد، به مردم میرسید، چون انسان در سفر، در معتقد بود که در سفر شبیه خدا شدنه، یک سفر هست که همه ما، نجات ما یک سفره و حضور الهی در فعالیت‌های انسان دخیله. طبیعت بشری و نیز اعمال بشری بدون طبیعت الهی نمیتونه خودشو نشون بده، کاری انجام بده. معتقده که بنابراین روح خدا در ما هست و ماده و روح در هم تنیدن، نمیشه اینا رو سوا کرد از هم دیگه. بینش آیرینیوس بیشتر یک بینش عرفانی بود، روحانی بود، کیهانی بود، چیزی شبیه بینش ناستیکا، چون گفتم که ناستیکا یه چیزای خوبی هم داشتن و اونا هم همینطور خیلی عرفانی بودن، روحانی و کیهانی فکر میکردن، منتها عیبشون همین جداسازی روح و ماده بود. اون چیزی بود که آیرینیوس باش سخت ستیز میکرد. پس او، آیرینیوس، برخلاف عقاید ناستیکی بینش جامع و کلگرا داشت، نه دوالیستیکی، دوگانه، ضد هم و اینها. و او، آیرینیوس، ثابت میکرد که نجات رازی نیست، سری نیست که بعضی ها چون شناخت خوبی دارن و به این اسرار واقع بخن فقط اونها میتونن نجات پیدا کنن، عده خاصی. عشق الهی میگفت شامل همه موجودات روی زمین میشه. آیرینیوس شاید نخستین الهیدان مسیحی باشه که خداسازی رو مطرح کرد. خداسازی، حالا اینم یک واژه دیگه است که باید بهش برسیم و توضیح بدم یعنی چی. پس از اون دیگران نیز این تعلیم رو البته دادن. یکی از معاصران وی کلمنت اسکندری است که اونم در همین راستا این تعلیم خداسازی اینو گفته. لوگوس خدا، لوگوس همون کلمه به یونانی، لوگوس، لوگوس خدا بشر شد تا تو بدانی چگونه بشر میتواند خدا شود. پس وقتی میگن خداسازی یعنی به این شکل، یعنی بشری که دوباره بر میگرده به خدا، نه اینکه جای خدا رو بگیره. خداسازی یه همچین مفهومی داره و بعد البته باز توضیح میدادن که چی هست. در نگاه اول آدم خیلی سوالات به ذهنش میرسه، در ابتدا شاید چگونگی خدا شدن سخت و غیر ممکن به نظر برسه، اما مسیحیان اولیه به خداسازی اعتقاد داشتن، دیفیکیشن، زیرا معتقد بودن که خدا در تولد عیسی مسیح درست مثل ما دارای بدنی کامل شد. اگه ما باور داریم که خدا وقتی عیسی تولد یافت درست مثل ما صاحب بدن شد، بنابراین باید این بدن رو گرامی داشت. و اینم باز از نکات قوی الهیات مسیحیه، بدن را باید گرامی داشت، چون نشانه پیوند انسان هست با خدا توسط عیسی مسیح. پس خداسازی به این معنیه، یعنی گرامی داشته بدن به نوعی که همون در واقع تقلید از مسیح هم هست. خدا در مسیح بدن شد، بنابراین اگه ما این بدن رو گرامی می‌داریم، می‌خوایم از مسیح هم تقلید بکنیم که برای ما بدن شده و به این شکل خداسازی، این رابطه تنگاتنگ بین روح و ماده، همه اینا رو در اینجا می‌بینیم. ما از مسیح تقلید می‌کنیم زیرا اول او از ما تقلید کرد، نه؟ او مثل ما شد تا ما مثل او بشیم. از خداسازی منظور اینه. زیاد از نظر ماهیت و نمیدونم اینکه با خدا شریک بشیم و این حرفا نیست.
ما با مسیح یک پارچه هستیم. آیرنیوس باز توضیح میده در این رابطه، جلال خدا انسانی است که کاملا زنده باشد، اینو قبلا گفته بود و توضیح میده، و زندگی شامل دیدن خداست. زیرا اگر دیدن خدا که از طریق خلقت میسر شده به همه موجودات روی زمین زندگی میبخشد، حیات میبخشد، چقدر بیشتر ظهور پدر آسمانی از طریق کلمه خدا عیسی مسیح به کسانی که خدا را میبینند حیات خواهد بخشید. پس اگه خدا دنیا رو خلق کرد و در این خلق به همه موجودات حیات بخشیده، پس وقتی هم که کلمه خدا به این دنیا اومد، چقدر حیات بیشتر از خدا به ماها میرسه. آیرنیوس نه فقط سعی میکنه پاسخ ناستیک ها رو بده، بلکه حقیقت بزرگی رو آشکار میکنه. حالا اگه حتی ناستیکا مگه نبودن، احتمالا خب ناستیکا چون خیلی پافشاری میکردن بین روح و ماده که از هم جدان، باعث شد که شایدم یه همچین تعلیمی اونجا بیشتر روش توجه بشه، ولی حتی منهای ناستیکا هم این تعلیم جزء تعالیم اساسی مسیحیت بود اون زمان. عشق کیهانی خدا به همه چیز حیات میبخشه، بنابراین همه چیز مقدس است. این عقیده بود که اون زمان این عزیزان داشتن. خب، خواندن کلام خدا. پس ما داریم از مسیحیان قدیمی میخوایم چیزایی یاد بگیریم که امروز به درد ما میخوره یا میتونه تحولی در کارهای مسیحی ما، رفتار مسیحی ما، عقاید ما تأثیرات خوب بذاره. کتاب مقدس رو چگونه باید خواند و فهمید و به کار برد؟ اوباما چندین سال پیش که رئیس جمهور بود، اتفاقا در راجع به مسیحیت اینو گفته بود که آیا بردهداری خوبه؟ گوشت حرام و حلال باید بخوریم ما نخوریم؟ کدومو بخوریم؟ آیا اینکه کتاب مقدس میگه فرزند دگه از ایمانش برمیگرده و رو سنگسار بکن خوبه؟ یا اینکه کافیه ما به موعظه سر کوی مسیح اکتفا کنیم و هم رو به کار ببریم؟ یعنی پرسیده بود خب این کلام خدا رو شما چجوری میفهمید؟ حالا ما مسیحیان سعی میکنیم یه جوری به هر حال بعضی جاها رو ندیده بگیریم، یا بگیم حالا این تفسیرش معلوم نیست چیه، چرا خدا اینقدر خشنه این حرفا رو میزنه، ولی به هر حال اینا موضوع دیگه تو کتاب مقدس هست. ما هر کاری بکنیم به هر حال اینا هست، کلام خدا اینجور جاهام داره. حالا ببینیم اون زمان مسیحیان کلام خدا رو چجوری میخوندن و چجوری میفهمیدن. در قدیم اسکندریه مرکز تحقیقات بود. بندر اسکندریه در مصر، یک عکسی که از حالا گرفته شده، اونم عکس قدیمی. این در اینجا مردم خیلی، یعنی مرکز تحقیقات بود و کتابخونه بزرگی بود. 700 هزار جلد کتاب در کتابخونه در موزه اسکندریه، بندر اسکندریه بود و دانشمندان بزرگی اونجا بودن. ما دقیقا نمیدونیم مسیحیت کی وارد اسکندریه شد. این اسکندریه در زیر سلطه روم بود، ولی فرهنگ یونانی رو ترویج میداد و همینطور فرهنگ عبری.
پس تحقیقاتی که انجام میشد با فرهنگ یونانی و فرهنگ عبری رو خوب مطالعه میکردن، تفسیرها مینوشتن، خیلی چیزا، خیلی آثار ارزندهی ارائه دادن اون موقع از مسیحیت قدیمی. در این بندر مصری پارسیان، ایرانیان، بابلیان نیز مذهبشون رو رواج داده بودن. یعنی اسکندریه جایی بود که برخورد فرهنگا و ادیان، به همین خاطر مسیحیانم اونجا بودن و مسیحیانی که اونجا بودن، فیلسوفای مسیحی و برها کشیشا و اینا، همه واقعا دانشمند و به همه اینا دسترسی داشتن، به این فرهنگای مختلف، و با مردم مختلف در تردد بودن و از اونا خیلی چیزا یاد می گرفتن. پولس ما هرگز نمی خونیم در اعمال رسولان که به اسکندریه سفر کرده باشه، اما اگه خاطرتون باشه آپولوس اهل اسکندریه بود. در اعمال باب 18 آیه 24 و 25 می خونیم که آپولوس کسی بود که بعد اومده بود و می گفت با یک روحی که با مهارت کلام موعظه می کرد و مرد فاضلی بود، شاید به دلیل اینکه از اسکندریه بود، یه همچین متفکری بود. در اسکندریه مدرسه مسیحی بود، منتها این مدرسه خیلی جای دانشگاه و اینا به اون شکل نبود، بلکه بیشتر برای ایمانداران بود که اونا رو آماده بکنه برای اینکه تعمید بگیرن. شاگردان از استادی که در حکمت تجربی مهارت داشت درباره طریقت، یادتون اهل طریقت، در مورد طریقت، روش زندگی مسیحی یاد می‌گرفتن و بعد تعمید می‌گرفتن. در این مدرسه هم فلسفه و هم روش‌ها و رفتار روحانی تعلیم داده می‌شد. پس جایی بود که واقعاً علوم دنیا اونجا بود، فلسفه‌های دنیا اونجا بود، فرهنگ‌های مختلف اینا. از استادان این مدرسه یکیش اوریجن هست که درباره این مدرسه چنین میگه: اگر میخواهید تعمید بگیرید، نخست باید کلام خدا را بدانید. گناهانتان را ریشه کن کنید، زندگی وحشیانه خود را اصلاح کنید و حلم و فروتنی را پیشه نمایید. خب اون موقع خیلی از قوم‌های وحشی و بربرها و اینا بودن، به مسیح ایمان می‌آوردن و اوریجن میگه که تو این مدرسه هم وقتی کسی میخواد تعمید بگیره این تعلیم رو بهش میدادن. چند استاد نامی این مدرسه رو میگردوندند. استادان زیادی بودن غیر از اوریجن که به اونها حالا میرسیم، و جز اونها عارفی بود به اسم کلمنت. چه کسی باور میکند که خدا واقعا درخت در بهشت کاشته؟ بذار ببینیم اینو من جلو رفتم یا نه. نه، حالا بذارید این بمونه. خب کلمنت اوریجن که شاگرد کلمنت بود، بزرگترین متفکر مسیحی، یه قرن سوم به حساب می اومد، از والدین مسیحی به دنیا اومده بود همین آقای اوریجن، تحصیلات کلاسیک یونانی داشت و نیز کلام را مطالعه میکرد، روزه میگرفت و هر روز سه وعده دعا میکرد. وقتی نوجوان بود پدرش شهید میشه، ولی نزدیک بود خودش هم به شهادت برسه که مادرش اونو پنهان میکنه و نمیذاره که به دست دشمنان بیفته. متفکر پرکاری بود، ولی خدمت دستگیری از نیازمندان و رسیدن به زندانیان و اینها رو هم انجام میداد، عملا هم کاری میکرد. سرانجام او هم به سرنوشت پدرش دوچار میشه و شهید میشه در سال 251 میلادی. اما اوریجن یک شخصیت خیلی پیچیده ای داشت. چجوری؟ او
وقتی با شاگردان بود، شاگردان به ذوق می اومدن، الهام می گرفتن از او. وقتی با دشمنان بود، دشمنان سخت عصبانی می شدن از دستش. یه همچین موجودی بود. او فیلسوف بود، عارف بود، مفسر کلام، استاد تمثیل، allegory که حالا راجبش صحبت می کنم، قدیس بود، ناستیک واقعی بود، یعنی ناستیک، از اون ناستیکای خوب، هلنیستم بود، هلن فرهنگ یونانی، افلاطونیست بود، افلاطون رو خوب بلد بود، در ضمن خودش رو خواجه کرده بود به دلایلی که حالا خودش هرچی میخوند همون عمل میکرد. اگه مسیح گفته بود که اگه عضوی از بدن تو را به از گناه میندازه اون رو قطع کن، اینم خودش رو اخته کرده بود، خواجه شده بود. مرتاض بود، سینکریست و سینکرتیست بود، یعنی تمام ادیان رو با هم مطالعه میکرد و خادم کلیسان بود. شخصیت پیچیده و عجیب و غریبی داشت. اما برای چنین شخصیت عشق واقعیش کلام خدا و دعا بود. با همه این اطلاعاتی که داشت، فقط عشقش کلام خدا رو بخونه و دعا کنه، در دعا باشه. معتقد بود که درک عمیق کلام فقط به روش تمثیلی کار هر کسی نیست. میگفت اینایی که کلام رو همینجور ظاهری میخونن از او لغزش میخورن، میگن چرا خدا این کار رو کرد، چرا اونجوری بود، آدم چرا اینجوری بود. میگه کلام رو نباید اینجوری خوند و اینا که اینجوری میخونن زود رقصش میکنن، بنابراین یه جور دیگه باید کلام رو خوند. در مدرسه اسکندریه به تفسیر کلام خدا به سبک تمثیلی، یعنی اینکه هرچی تو میخونی معنی ظاهری رو نگاه نکن، یک معنی عمیق‌تری اونجا هست که تو اونو باید دنبال کنی. اگه معنی ظاهری رو بگیری زود لغزش میخوری، جوابم پیدا نمیکنه برای سوالاتی که داری. و میگفت که باید معنی روحانی رو در ورای معنی لغوی تحت و لفظی جستجو کرد. معتقد بود خواندن لغوی کتاب مقدس مشکلات برای کلیسا ایجاد میکنه و باعث لغزش خیلی ها میشه. اوریجن معتقد بود این مسئله از پیدایش باید شروع کرد. خودش پیدایش رو اینجوری میگه: چه کسی باور میکنه خدا واقعا درخت در بهشت کاشته؟ این یه مسیح مال 165-200 میلادیه. چه کسی باور میکنه که خدا واقعا درخت در بهشت کاشته؟ تا هر که با دندانهای جسمی، دندانهایی که داره، از اون بخوره و از نیک و بد شناخت پیدا کنه. اینا معانی رمزی دارن، اینجوری نیست که شما میخونید. شما این حرف اوریجن اگه امروز به اکثر مسیحیان قرن 21 که خیلی هم ادعا دارن بگیم، میگن این لیبرالیسته. بله، در سال 200 مسیحی لیبرالیستا به این شکل بودن و اینا کلیسا رو میگردوندن. اوریجن میگفت معنی اصلی کتاب مقدس و حقیقت کلام خدا در ورای واژه ها قرار داره، چون میگفت کلام خداست، باید با اون دید نگاه کرد. اوریجن در ورای کلماتی که کتاب مقدس همیشه کلمه واقعی یعنی مسیح رو میدید تو همه چی. میگفت اصل کاری اونه، مسیح، کلمه واقعی خدا که مسیحه. او چنین سبک تفسیر کلام را پایه نهاد و تفاسیر زیادی هم نوشته بر کتاب مقدس. معروفترین تفسیری که او داره روی غزل غزل هاست که اونو کاملا یک حماسه عشقی میان کلیسا و مسیح میدونه، یا میان خدا و قومش، و میگه تمام اشاراتی که اونجا هست باید از اون دیدگاه نگاه کرد. حتی بعضی کلمات خیلی عاشقانه و هست اونجا که رومانتیک و اینا، میگه همه اینها معانی
روحانی داره. اون متن کتاب مقدس را بسیار جدی میگرفت اما به صورت تمثیلی، لغوی و تحت و لفظی قبول نمیکرد. اگه کسی میخواست بخونه میگفت اونها اگه بخوای بخونه دوچار مشکل میشی، هزار و یه سوال برات پیش میاد. چنین سبک خانش تأثیر بسیاری بر الهیات مسیحی بر جای نهاده است و کلی از الهیات مسیحی از گفته ها اوریجن اینا نشأت گرفتن. حتی من یادم سالها پیش، شاید بگیم 40-50 سال پیش، اکثر موعظه ها که من میشنیدم بیشتر حالت های تمثیلی داشت. حتی این اواخرم خیلی ها به این شکل کتاب مقدس رو میخونن و تفسیر میکنن، هر چیزی از یه چیز دیگه صحبت میکنه. خود آگستین هم در مورد سامری نیکو یک موعظه‌ای داره که همش تمثیلیه، یعنی در اونجا میگه که سامری کی هست، اون که افتاده کیه، شخص گناهکاره. بعد حتی کاروانسرا، اون سامری که اون شخص مجروح رو میبره به کاروانسرا، کاروانسرا کجاست، آسمانه یا نه، الان یادم رفته، ولی همه اینها رو معانی روحانی بهش میده. خب این یه نوع سبک تفسیره که از اوریجن نشأت گرفت. باز یک مقوله دیگه ای که میخوایم راجعش صحبت کنیم پیروی از مسیح هست. در 720 میلادی جوانی به نام آنتونی که از ثروت زیاد پدری برخوردار بود به کلیسا میره و تحت تأثیر موعظه قرار میگیره که راجع به اون جوانی بود که میاد پیش عیسی مسیح میگه چه کنم وارد ملکوت بشم، اینا میگه هر چی داری بفروش به فقرا بده. و این تا اینو میشنوه میره هر چی داشت میفروشه و میده به فقرا. یعنی معنی لغوی رو اینجا میگیره، درست برعکس اون تمثیلی. اینجا دیگه نمیگه نه منظور مسیح از این که هرچی بفروش مثلا یه چیز دیگه است، میگه نه این هرچی از همونه لغوی، مسیح گفته بفروش من باید برم بفروشم بدم به بقیه. میره این کارو میکنه و راهی بیابان میشه و میخاطر این آنتونی معروفه به آنتونی بیابونی و میره به بیابان که با خواهش‌های نفسش و با شیطان درگیر بشه به جنگه. چون اون موقع هم میگفتن که شیطان عقیده بر این بود که در بیابان، همینجور که عیسی مسیح به بیابان رفت و ابلیس او را تجربه کرد، آنتوان هم میره اونجا، آنتونی، که اونجا درگیر بشه و از امیال شهوانی و به هر حال تمام خواهش‌های نفسش آزاد بشه. انزوای آنتوان با تقلید از عیسی که به بیابان رفته بود چیز تازه‌ای بود، تا حالا هیچ کی اینجوری فکر نکرده بود. اگه مسیح به بیابان رفت آزمایش شد، ما باید بریم بیابان و آزمایش بشیم. چون آنتوان هر چیز رو همینجوری میگرفت، دیگه تفسیر تمثیلی و اینا نداشت، هر چیزی لغوی بود معنیش و تحت و لفظ. برای آنتوان پیروی از مسیح به معنی ترک محیط قبلی و رهسپار شدن به بیابان بود و عده زیادی هم از آنتوان پیروی کردن و شروع کردن به رفتن و از شهر می رفتن بیرون و در بیابان ها زندگی می کردن. اتفاقا این در واقع پیش درآمدی شد برای صومعه ها و دیرها که بعدن ساخته شد، که این صومعه ها خب افراد منزوی می شدن می رفتن در صومعه و اونجا خدا رو پرستش می کردن. امروز هم تعداد کسانی که در صومعه و دیرها هستن خیلی زیاده، خیلی ها الان کشیده میشن به اونجور جاها، محیط شهری اینا رو ترک میکنن و به اونجاها. بذار لطفا میکروفوناتون رو ببندین. آنتوان عمر اتفاق خیلی طولانی هم داشت و در سن 100 سالگی
شهید شد. نمیدونم رومیا دیگه از یه آدم 100 ساله چه انتظار داشتن که شهیدش کردن، ولی در 100 سالگی شهید شد. عده زیادی به پیروی از آنتوان به بیابانها رفتند و نهضت آنتوان ادامه یافت و شروع جدید همینجور که گفتم برای صومعه ها شد. و یه چیز دیگه هم شما، حالا ما به اینا هم خواهیم رسید، در بیابانها یه عده‌ای بودن، اینا به اینا میگفتن پدران و مادران بیابانی. اینا کسانی بودن که وقتی بعدن میرسیم بهشون که زمان کنستانتین، وقتی که مسیحیت دیگه دین رسمی شد و اینها، و اینا معتقد بودن که دیگه سیاست وارد مسیحیت شده، اینها برای اینکه مسیحیت اصلی رو حفظ کنن راهی بیابان شدن و خیلی موعظه ها، تفاسیر و نوشته ها دارن. بعضی هاشون مونده که اونها هم یه الهیات خاصی داشتن. البته اینایی که به بیابان و اینا می رفتن اون زمان افراد گوشه‌گیر نبودن، بلکه اینا به خلوت می رفتن تا واقعا رابطهشون با خدا درست بکنن و بعد بتونن بیان و در شهر مردم رو خدمت کنن. هدف این بوده، هدف گوشه‌گیری نبوده فقط. این روحانیت بیابانی به شهر اسکندریه یواش یواش نفوذ کرد. یعنی اونایی که در شهر اسکندریه مسیحیت رو ترویج میدادن و به هر حال مدرسه و اینا بود، به یک شکلی این الهیات بیابانی وارد مدرسه اسکندریه هم شد و دعا و عبادت به مردم عادی هم سرایت کرد. اونها هم دیدن با اینایی که میرن بیابان کارشون درسته، خب ما هم چرا از همونا پیروی نکنیم در دعا و مطالعه کلام و اینها. و به این شکل، خب یه بحث دیگه هم بکنم و تمومش کنم. پس پیروی از مسیح هم به این شکل صورت میگرفت. اینم آنتونی خودمون قرن 21 و قرن 3 که ما در این قرن هم ازش یاد کردیم. گرامی داشت زمان، راجب گرامی داشته بعدن صحبت کردیم. گرامی داشته زمان، عزیزان تقویم رومی پر بود از اعیاد بت پرستانه. یعنی این مسیحیان هی هر از گاهی میباست که تو یک جشن بت پرستانه شرکت میکردن، چون تو تقویمشون بود. حالا به یاد این بت، به یاد اون بت، این قیصر، اون قیصر. و همین خاطر اینا فکر کردن که خب ما چه تعهدی داریم که از این تقویم بت پرستانه پیروی کنیم، ما بیاییم تقویم خودمون رو داشته باشیم. مسیحیان به این فکر کردن و تقویم مسیحی بر پایه دو چیز به اصطلاح جا افتاد، یکی پرستش در روز یک شنبه و یکی هم عید رستاخیز مسیح. این دوتا شالوده اصلی تقویم مسیحی بود. اونها روز اول هفته یعنی یک شنبه رو به جای روز آخر هفته که یهودیان داشتن، شبات، اینا اومدن روز اول، روز آخر رو هرچی یهودی ها میکردن، مسیحیان اومدن روز اول هفته یک شنبه رو جشن گرفتن و گفتن که این روز اول یعنی یک شنبه باید جای شبات رو بگیره. و جوستین شهید که تو درس قبلی ما داشتیم میگه ما روز یک شنبه جمع میشویم زیرا روز اول هفته است و این روزی است که خدا تاریکی و ماده را تبدیل کرد تا دنیا را خلق کند و نیز عیسی مسیح نجات دهنده ما در همین روز از میان مردگان برخاست. پس ما تقویم مسیحی رو بر این اساس درست میکنیم. در قرن دوم میلادی تقویم مسیحی به این شکل شکل گرفت. و عید پاک، میدونید وقتی عید پاک رو راجع به رستاخیز به کار میبریم، منظور عید مقدس پاک، پاک فارسی نیست، از فرانسه ترجمه شده، لغت اصلیش پاسکال هست که همون معنی رستاخیز رو میده. بنابراین عید پاک رو که اینا جشن میگرفتن یا عید رستاخیز، از جمعه صلیب شروع می شد شنبه و یک شنبه، این سه روز رو در بر داشت.
در سال 400 میلادی هم هفته بزرگ قبل از رستاخیز که اکنون هفته مقدس نامیده میشه. معمولا همه کلیساها الان به زودی ما شروع خواهیم کرد. یک هفته قبل از یعنی از هفته نخ تا هفته رستاخیز مسیح این هفته مقدسه. این هم بر تقوی مسیحی اضافه شد. و مسیحیان اون زمان هر روز این هفته این هفته رو جمع می شدن، هر روز پرستش می کردن تا به رستاخیز برسن. در روز جمعه صلیب که رنجای مسیح رو اینا می خوندن از کلام خدا و مخصوصاً از ظهر تا ساعت 3 بعد از ظهر روی صلیب چی گذشت اونو می خوندن و جالبه که گریه می کردن، ماتم می کردن اون زمان. البته ماتمشون برای این نبود که امیدی نداشتن، میخواستن ببینن که یعنی اسکه با این گریه کردن و اینها یهویی این شادی رستاخیز بهشون خیلی میچسبید. یعنی میگفتن درست امشب عیسی مسیح رو روی صلیب بردن، خب واقعا هم احساس ماتم و اینا بهشون سوگواری دست میداد، ولی همیشه این امید رو داشتن چون میدونستن یک شنبه چه خبره. بنابراین در حین گریه شادی هم در وجودشون بود. یک واعظ آمریکایی هست، یک موعظه‌ای داره، میگه امروز جمعه هست اما یک شنبه در پیشه. و اینو با تحکیم و با تأیید و تأکید چند بار که میگن همه مردم به هیجان میان. لازم نیست به یکی چه اتفاقی افتاد، جمعه است اما یک شنبه در پیش است. و مردم به هر حال به این شکل روز شنبه هم به کلیسا میرفتن و صدها شمع روشن میکردن در کلیسا، در عشا شرکت میکردن، نو ایمانان در اون روز تعمید میگرفتن. به هر حال این شروع تقویم مسیحی بود. منظورم اینه که به این شکل شروع شد. مسیحیان اولیه در انتظار نبودن که خدا اونها رو از زمان این دنیا برهاند. این نکته خیلی جالبه. ای خدا ما رو ببر از این دنیا، از این زمان، اینها نه. معتقد بودن خدا عشق مسیح را در همین زمان به کار میبره و اون را تقدیس میکنه. در واقع آیرینوس اهل لیون اینو گفته، کلیسا همچون فردوس بر این زمین کاشته شده است و مسیحیان مال همین زمان بودند، زمان حال در این دنیا. این فکر که ما یه روز بریم آسمان و اینها در مسیحیت اولیه چندان جایی نداشت. البته بود، چرا، میدونستن که در دنیای دیگه هم سعاد، مخصوصا شهدا و اینا، ولی اینا روی زمین زندگی میکردن و خدا رو همین توی زمین میچشیدن، تجربه میکردن. سال مسیحی در برگیرنده زندگی عیساست، توسط که با قرائت کتاب مقدس، سرودها، عیدها و دعاها اینا جشن گرفته میشد. زمان مسیحی شادی مردم است و منبع نور برای تحصیل کرده ها، این از گفته های اون زمان نقل میکنم، و کتاب برای فروتنان. سال مسیحی ایمان مسیحی را تا زمان حال در بر داره و ما را فرا میخونه تا زمان حال را در رابطه با آنچه پیش از آفرینش شروع شده و تا آینده ادامه داره تجربه کنیم. زمان برای اینه که ما هدایای حاصل از عشق و قدرت خدا را در زندگی روزانه خود با دیگران سهیم بشیم. بنابراین این تأکیدم روی زمان حال در مسیحیت بود. امیدوارم این هم ما بتونیم در زندگی خودمون تجربه کنیم. خب من گفتم این آخری مقوله است، ولی اجازه بدید یکی دیگه هم بگم که من خیالم راحت بشه این درس رو تمومش کردم، بعد میپردازیم به سوالات. مسیحیت مترقی. امروزه عزیزان، من در هفته پیشم گفتم که اصلا کلن در مسیحیت مثل که هر 500 سال یک بار یک تغییر و تحولی در مسیحیت رخ میده. تقریبا
همین 500 سال اولیه که من دارم میگم و بعد 500 سال بعدی همینطور، مثلا در 1500 فرزند باز میلادی مارتین لوتر اومد، اصلاحگران اومدن و حالا هم در زمان ما یک تغییراتی هست. مسیحیانی هستن که خودشون رو مسیحیان ترقی خواه به اصطلاح اسم میگن، اسم گذاشتن، یا مسیحیان نوظهور، که اینها از فرقه های مختلفن و اینا جمع شدن و با همدیگه همینطور که گفتم گرد همایی دارن، جاهای مختلف جمع میشن. یواش یواش اون مسیحیت سنتی که این اواخر بوده مثل این که جاشو داره عوض میکنه و البته مدت شاید طول بکشه تا یه تغییر تحول بزرگ رخ بده. و این مسیحیان مترقی که امروزه این کارها رو میکنن، حالا من صحبتم رو ایناست که در گذشتم این اتفاقات افتاده در مسیحیت، که مسیحیت به یه جایی رسیده که یه های گروه نوظهوری از اینجا بیرون اومدن و خواستن که مسیحیت اصیل را پیروی بکنن. حالا به هر دلیلی فکر کردن که کلیسای سازمانی و اینا دیگه جوابگوی سوالات و مشکلات امروزی انسان‌ها نیست، باید یک جور دیگه‌ای ما مسیحیت رو بشناسیم. خب اینا هستن در گروه‌های ما، یعنی در عصر ما وجود دارن. این مسیحیان بیشتر بر پرستش عمیق روحانی، خدمات و عدالت اجتماعی پا می‌فشارن و میگن اینها باید چیزهایی باشه که کلیسا یا مسیحیان درش شرکت بکنن. اما در قرن چهارم میلادی هم یک شخصی به اسم گریگوری اهل نیسا چنین نهضتی را به وجود آورد اون زمانه. و این گریگوری نیسا اتفاق برادرش باسیل و خواهرش ماکرینا و دوستش که اونم اسمش گریگوری بود، منتها گریگوری نازیانوس میگن، اینا معروفن به چهار کپادوکیه‌ای. کپادوکیه ما در اعمال رسولان به دو آیه 9 میخونیم، در اول پتروس 1:1 هم هست، منطقه است در ترکیه، در اونجا قرار داره که اینا اهل اونجا بودن و اینها یک نهضت جدیدی در مسیحیت به وجود آوردن. این چهارتن که تحت تأثیر اوریجن و مسیحیت اسکندریه‌ای و الهیات تثلیثی بودند، آثار ادبی بیشماری از جمله تفاسیر، موعظه ها و قوانین صومعه بر جای گذاشتند. این گروه همگی اعتقاد به مسیح کیهانی داشتند. مسیح کیهانی که عالم هستی را احیا کرده است. از گفته های این گروهه که تمامی خلقت در جهان و ورای جهان که زمانی با خود در ستیز بود، اینک در هماهنگی عاشقانه با هم پیوند خوردن، یعنی با اومدن بیشتر تاکیدش روی عیسی مسیح. گریگوری نیسا یکی از این، حالا بگیم این یکی فرزند گریگوری نیسا کار مسیحیت را چه بود کیهانی شو، همین که ما درس داشت مسیح کیهانی، و چه شخصی شو، این که مسیح نجات دهنده من، اینها را در اصل حماسه عشق میدونه. این کل مسیحیت رو یک حماسه عشق میدونه، همینجور که گفتم ترانه عاشقانه است. و به چه شکل میگه و اینو اینجوری تقسیم بندی میکنه، میگه این حماسه عاشقانه، داستان عاشقانه تشکیل شده از سه فصل. فصل اول عشق گم شده، فصل دوم عشق بازیافت شده و فصل سوم سرسپردگی به عشق. و به این شکل مسیحیت رو میگه همش عشقه، با عشق شروع شده، منتها این عشق گم شد وقتی که گناه و اینا اومد و انسان دور شد،
و دوباره بازیافت شد و حالا ما باید تسلیم و سرسپرده این عشق باشیم. ولی عملا چگونه میشه در این دنیا از این هماهنگی عشق برخوردار شد؟ بعضیا میگن برادر سارو این حرفا و این عشق و خدا و اینا خوبه ولی عملی نیست، من درگیری دارم و در این دنیا و نمیدونم با فامیل و با این و با کلیسا درگیرم چجوری من این عشق و تو وجودم نگه دارم، سخته. گریگوری برای پاسخ به این سوال در کتابش که عنوانش از زندگی موسی یک این ایده پیشرونده یا ترقی خواه را معرفی میکنه که واقعا اون زمانم یک همچین مسیحیت ترقی خواهی رو اینا ارائه دادن. و چی میگه؟ میگه این با استفاده از زندگی موسی به شکل تمثیلی، همین که گفتیم راجبش، نشون داد که چگونه شخص در یک جریان بی انتها از مصر میاد بیرون. موسی از مصر اومد بیرون، در راه خیلی کارها کرد، معجزات کرد، سرسپرده خدا بود، اما هرگز به مقصد نرسید، یعنی وارد کنعان نشد. خب اون زمانم که خب این تفسیر تمثیلی مد بود دیگه. حالا اینو به شکل روحانی میگه زندگی ما هست. پیشرفت یا ترقی ابدی معتقدن اینا که یه سفره. سفریست بی انتها. هرگزم به مقصد نمیرسی. بنابراین اگه میخوایی در زنده در کلیسا هم یک نوع چیز جدیدی بیاری و اینها، بدون که یه سفره. نگو که آها ما رسیدیم به مقصد، حالا از کلیسا اومدیم بیرون و اینجا داریم دیگه خوش میگذرم و این دیگه آخر سفره. نه، میگه هیچ موقع در این دنیا ما به مقصد نخواهیم رسید. پیشرفت روحانی خود پیشرفته، یعنی باید بریم جلو، همیشه در حال حرکت به سوی هماهنگی کیهانی که بالاخره صورت خواهد گرفت. یه هماهنگی هست که خدا ما رو به اون سمت میبره که خودش میگه این حکمت مسیحه، در این هماهنگی دیده میشه. این جریان رو به پیشرفت روحانی موسی تشبیه میکنه که خود موسی طفلک هرگز به کنعان نرسید. ما هم ممکنه زندگی روحانی پیشرونده‌ای داشته باشیم، هر روز بگیم به به چرچا مسیح کیهانی این اون لذت ببریم، ولی هرگز به مقصد نمیرسیم، چون حقیقت خدا همینجور بی پایانه و باید همینجور جلو رفت. بر اساس این تعلیم گریگوری باید بدونیم که ایمان پیشرونده کاری با برد و باخت و اینها نداره، میره جلو و لزومی هم نداره ما مقایسه کنیم بگیم اینا اونجوری اینا ما اینجوری. ما میریم جلو چون خیلی وسیع هست. وقتی روحانیت ترقی خواه به جایی برسه که فکر کنه رسیده، اون موقع از خود راضی میشه، مغرور میشه و دوباره به همون تله میفته که از اونجا خودش اومده بیرون. چقدر اومدن در حالا چه سیاست چه مسیحیت انقلابی به پا کردن ولی بعد به قهقرا رفتن، چون تا میگی که من رسیدم من همه چی دارم، سقوط شروع میشه. باید ببینیم، باید بگیم که این نهضتی که هست، این پیشرفتی که هست همینجور ادامه داره، ما به مقصد نرسیدیم. سنت قدیمی مسیحیت به ما یاد میده که ایمان ترقی خواه هدفش فروتنیه. در لحظه ای که ما از فروتنی بیفتیم باختیم، دیگه مسیحیان ترقی خواه نخواهیم بود. روحانیت ترقی خواه، مسیحیت ترقی خواه همیشه یک سفر است، نه یک مقصد. خب من دیگه گفتارمو به پایان رسوندم، حالا نوبت شماست.